متوجه باشیم و صحبت نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه قراره مبحث کانفیگور کردن DHCP سرور هم انستالشن و هم کانفیگورشن در این زمان کار بکنین. پیش از اینکه برم کار بکنم، اول در رابطه با خود DHCP سرور توضیحات میدین که چی هست و چی کار رو شما انجام میده. نوت پد رو باز میکنم و فایل دارم که مایک بزرگتر میکنیم، سایز خطی رو از قسمت فونت مثلا باشه 28. اوکی. این جلسه انشالله بحث DHCP سرور رو میخونیم. DHCP سرور وظیفه از این سرور چیه؟ دادن IP ها به صورت داینامیک برای هاستا. پس ساده میتونیم یه قسمت تعریفی بنویسیم: assign IP address to the host. دادن IP address به خود هاستا. ما میرون قسمت فرمتینگ را پیرم میزنون که بشکنه. وظیفه DHCP سرور چیه؟ assign IP address to the host. ما هر وقتی خواسته باشیم به صورت داینامیک و کل هاستا خو IP address بدیم، بعد اتمی یک سرویسی به اسم DHCP رو سرور خو فعال بسازیم که او قابلیت داشته باشه تا بتونه به کلاینت ها شما به صورت اوتوماتیک IP بده. assign IP address یا assign automatically IP address به صورت اوتومات که ما خواسته باشیم IP بدیم به کلاینت ها، خو از گزینه DHCP سرور استفاده میکنیم. بعد از در داخل DHCP سرور چی باید مشخص بکنیم؟ در داخل DHCP سرور ما اصطلاحاً باید اسکوپ مشخص بکنیم. اسکوپ اصطلاحاً امون رنج IP شمار میگه. هر وقتی که میخواین رنج IP یعنی قسمت استارت و اندر مشخص بکنین، همین رنج IP به نام اسکوپ برای از میگم. رنج IP عبارت از اسکوپیه که شما تعیین میکنین. خب میریم برای عملی کانفیگوریشن میبینیم که چی قسم میشه این کار کرد. میریم گفتم ولی به صورت شورت گفتین. خب اساین یا دادن IP به صورت اوتومات به کلاینتار میگن. سرور منیجر رو باز کردین، ببینیم به قسمت رول هایی که انستال شده باشه رو از PC شما به شما میاره. دو رول تا حال انستال شده از در رولی که در ویندوز سرور 2008 وجود داره. میرم قسمت اد رول کلیک میکنم، یک رول جدیدی جلسه یا یک نقش جدیدی قرار به PC اضافه بکنین. رو DHCP سرور کلیک میکنین. DHCP سرور رو کلیک میکنین، عملی نکست میزنم. همین عملیات کلن باید شما انجام بدین پشت سر هم. نکست در میزنین. اولی که ما این معلومات بگیریم در رابطه با خود DHCP سرور، اولین صفحه بعد از اینکه گزینه نکست میزنیم نوشته Introduction to DHCP سرور. معلومات یا مفاهیم اولیه در رابطه با DHCP سرور که یه چی هست، چی کارهایی را انجام میده به شما. Dynamic Host Configuration یه حالت مخففیونه که چی کار میکنه. Allow server to assign اجازه میده به سرور که او اساین بکنه IP address به صورت اوتوماتیک به کلاینت ها. اینا معلوماتیه. کسانی که بیشتر علاقمنده که ما این بیشتر معلومات پیدا کنین، روی DHCP سرور اوورویو کلیک بکنیم. اینا کتابا و مطالب و مقالاتیه که در به DHCP سرور به این قسمت کلن به شما نوشته شده. میتونیم هر کدوم از اینا کلیک بکنیم، معلومات خیلی زیاده. کسانی که انگلیسی خوبه و معلومات زیاد به کار داره میتونه از این قسمت استفاده کنه. پس این بسته میکنم. پس این قسمت معلوماتیه در رابطه با دیفاین کردن اسکوپ، چی قسم اسکوپ تعریف کنیم، چی قسمی را عیار بسازیم به همراه DNS هم که به صورت اوتومات توزیع بکنه. اینا معلومات از این قسمت. نکست در میزنم. این قسمت رنج IP که شما خواسته باشیم انتخاب بکنیم به این قسمت به شما میاره. چون ما اول پیش از اینکه DHCP سرور کانفیگور بکنیم باید PC شما یک IP استاتیکی داشته باشه. بنابراین ببینیم اما IP استاتیکی که به خود سرور ما وجود داره و قسمت پیدا کرده و ما نمایش میده و عمولا کارتر هم شناخته. بعد گزینه نکست در میزنه. به این قسمت ببینیم به شما چی خواسته. پرنت دومین ما یا دومین اصلی ما به اسم چی بود؟ به اسم itsage.com بود. به این قسمت نوشته پریفیر DNS، اما DNS اولیه یا DNS پرایمری که ما استفاده میکردیم IP ادرس چند بود؟ IP ادرس خود سرور بود. میشد 192.168.1.1. به یه قسمت بعدی نوشته Alternative DNS Server.
اگر یاد شما باشه وقتی که شما دی سی پی میدادیم یا پی سی خو آی پی میدادیم دو گزینه بود، یکی به اسم آلترناتیو یکی هم به اسم دی ان اس. برای از اینکه این موضوع بیتر متوجه بشین این رو لنکارت خود من کلیک میکنم ایر پس بسته میکنم میرون قسمت لنکارت جایی که شما همی آی پی میدیم تا اینکه بفهم کدو آی پی به کدو قسمت قرار میگیره. میرم به قسمت نتورک منیجمنت سیتینگ از رو کلیک میکنم، رو لوکال ایریا راست کلیک میکنین گزینه پروپرتیز که بفهمیم این گزینه دی ان اس پرایمری کدوم مکانه او آلترناتیو از کدوم مکانه، چون جلسه پیش هم ما سوال کردیم. ببینین این گزینه دی ان اس پرایمری شما تشکیل میده، هر وقتی که این دی ان اس جوابگویی کرده نتونید شما میتونید یک آی پی ادرس دومی هم مشخص کنید که او دی ان اس دومی شما تشکیل بده. این به اسم سکندری هم برای از میگم یا آلترناتیو یا جابجایی که اگر او جوابگویی کرده نتونید این دی ان اس سرور بره به جای از او برای ما جوابگویی بکنه. این جا آی پی که قرار میگیره جا سبنت ماسک، اینجا هم جا دیفالت گیتوی آی پی روتر که قرار بگیره. خب ما اگر دیشتیم میدیم، اگر ندیشتیم نمیدیم. حال بفهمیدیم این کجا جا هست، کنسل میکنم ایرم کنسل و یه عملیه رو هم وصله میکنیم ایرم همچنین. پس ببینیم اینجا پرسان کرده که شما یا آلترناتیو دین سرور هم داریم یا نه، که اگر او جوابگویی کردن نتونست ای که جایی او جوابگویی بکنه. اگر دیشتیم یک دین سرور دیگه خب آی پی ادرس از اونجا انتر میکنیم، یعنی وارد میکنیم. مثلا آی پی ادرس دیگه یک فری آی پی ادرس میدم 8.8.8.8. اینا آی پی ادرس ها اینا دین سرور های پابلیکه و جهان هر کس میتونه از اینا استفاده بکنه. این اسه دین سرور. اما دین سرور یکی اول لوکلی یا سیستم داخل سرور خود تشکیل میده. نکست در میزنم. بعد اینجا داریم به اسم واین سرور. واین سرور سرور بود قبل از دین سرور. وظیفه از این هم تبدیل کردن نام با آی پی و آی پی با نام بود، اما چون قدیمی شده و دیگه رکورده از این بعضی مشکلات دیش فعلا دیگه از این کس استفاده نمیکنه. مخفف ویندوز اینترنت نیم سیستمه به نام واین سرور برای میگن، قبل از دین سرور بود. اگه گفته شما واین سرور داریم خب میتونیم اینجا مشخص کنیم. اگر ای که نداریم ببینیم نوشته کرده واین از نات ریکوایر. ما چون واین سرور نداریم، ما دی ان اس سرور داریم، نیاز به کانفیگوریشن از یک که نیه. پس همون گزینه تیک زدی نکست میزنم چون ما واین سرور نداریم. واین سرور که زدیم بعدی صفحه ظاهر میشه. اگر خواسته باشین کانفیگوریشن اسکوپ اینا رو انجام بدیم از این قسمت هم شما میتونید اسکوپ تعیین بکنید. ببینیم به اینجوری به شما بگفته add or edit DCP scope. از این قسمت هم شما میتونید DCP scope رو تعیین بکنیم. چی قسم؟ که کانفیگوریشن هم یک دفعه انجام میشه شما میفهمین. رو اد کلیک میکنم. ببینیم به اینجوری به شما بگفته اسکوپ نیم، نام اسکوپ خور بگو. اسکوپ چی بود؟ رنج آی پی ادرس ها میگفتن. خب نمی رو اسم چی بدین؟ هر نامی دوست داشتین، میتونه نام خود شما باشه، محیطی که کار میکنیم باشه یا هر چیز دیگه. نامی چی باشه؟ اینه باشه دی سی پی. نامی باشه دی سی پی. میتونه شما دیگه نام انتخاب کنیم. بعدی استارت آی پی ادرس شما چند باشه؟ آی پی که شروع بکنه و دادن برای کلاینت ها 192.168.1.2 باشه، از دو شروع کنه با آی پی دادن. میتونه بگم از یک شروع بکنه، فرق نمیکنه. آی پی بده. بعد از اون آی نوشته اند آی پی ادرس. آی پی ادرس ختم چند باشه؟ من میگم 192.168.1. هر وقت خود من مثلا مام در این نتورک خو 100 تا پی سی دارم، مام تا 100 تا پی سی آی پی بده. بعضی که کمتر داره کمتر و هر کسی که بیشتر داره نتورک میتونه تعداد پی سی های بیشترتر انتخاب بکنه برای آی پی دادن. پس اینجا تا چند تا پی سی آی پی میده؟ از دو شروع میکنه تا 100، یعنی 98 تا میتونه آی پی بده. قسمت بعدی میتونیم یک بدیم ولی با رزرو میکنیم، چون یک برای سرور ما استفاده شده. میتونه این فرق نمیکنه، این رنج آی پی که میدیم اون بحثی که ما جلسه به دینس خوندیم فرق میکرد که میگفتیم جان نتورک نمیاره، ولی جان نتورک نیه. این کلا آی پی ادرس رنج مشخص میکنیم، از این آی پی شروع بکن به این آی پی ختم بکن. اینا برای آستایه. خب بعد سبنت ماسک چند باشه؟ 255.255.255.0، چون از کلاس سیه. بعدی چی داره؟ نوشته دیفالت گیتوی آپشنال. یعنی چی؟ شما اگر ما این که به صورت اتوماتیک آی پی گیتوی را برای کلاینت ها بده، همین آی پی خود میریم این قسمت می نویسیم.
اگر نخواستیم که IP gateway به صورت اتومات به کلاینت بده پس نمی نویسیم. این بستگی به ما داره. اگه خواسته باشین دیفالت گیتوی رو اتوماتیک بده برای کلاینت ها، اینجا آی پی گیتوی خود بنویسم. چنده؟ 192.168.1.1. این هم مینیس دین سرور ما بود. اما به اسم دیفالت گیتوی یک وقت اگه روتر داشتیم همچین آی پی ادرس دیش، آی پی ادرس روتر به قسمت نوشته میشه. هر آی پی ادرسی که داره. اگر ندیشتیم خب این گزینه آپشناله، میتونیم پاک بکنیم. میتونیم پاک بکنیم، این مشکلی نی. و اگر خواستیم هم میتونیم بدیم 192.168.1.10 در میدیم برای از این. بعدی دارین نوشته سبنت تایپ، میاییم به یه قسمت از این. وقتی شما یک آی پی ادرس برای کلاین میدیم، برای چی مدت زمانی باشه؟ میتونیم مدت زمان دقیقا از این جگاه بگیم. ببینین نوشته ای حالت لیز دیورشنه، یعنی مدت زمانی که همین آی پی برای کلاینت اجاره داده میشه چی مدت زمانه؟ نوشته about 6 days، یعنی 6 روز. 6 روز ای آی پی برای هر کلاینت اجاره داده میشه، در اون مدت زمان او از او استفاده میکنه. بعد از او باید چه کار میشه؟ خاص حالت همیشه که پس ریپلیس بشه، میتونه پس همون آی پی برای او داده بشه. میتونه شما بگین فقط 8 hours، فقط 8 ساعت برای هر کلاینت آی پی اجاره داده بشه، بیشتر از او داده نشه. و پس اگه خواست همون استفاده کنه، نخواست آی پی جدیدی میگیره. پس هر کدوم ما خواستیم از اینجوری میتونیم انتخاب بکنیم. دقیقاً یک نقطه دیگه هم اینا اشاره کردم. میفهمید فرق از اینا در چیه؟ دقیقاً چیز واضحه. به قسمت در بعد کسی نتورک است کیبلی استفاده کرد، به این صورت اگر وایلس استفاده کرد به نقطه پایینیه. چون وایلس ممکنه پسوردها اینو تغییر بکنه. دیگه گرفای ما بس وایلس داره، میتونه اون مدت زمان خیلی کمتر باشه نسبت به کیبلی. وقتی یکی از این گزینه رو انتخاب کردیم، چون ما نتورک با کیبلی هم میتونم یکی اول انتخاب بکنم، گزینه پایین چیکار میکنه؟ نوشته اکتیو دیس اسکوپ، این گزینه اگه تیک زده باشه با مجرد کار ما ختم شد، انستال شد DHCP سرور، این چیکار میشه؟ اکتیو و حالت فعال داره و شروع میکنه به توزیع کردن آی پی. خب امیر ما قبول داریم اکتیو باشه، یعنی کار ختم شد شروع کنه به آی پی دادن، این رو اوکی میکنم. حالا کل تنظیمات به قسمت ست شد. خب گزینه آل دقیقا به شما بگفته اسکوپ شما به اسم چیه؟ DHCP ما کانفیگور کردین و قسمتی هم رنج آی پی شما به اینجوری آورده. 192.168.1.2 شروع میکنه تا آخرین آی پی هم که میده 100 و بیشتر دیگه نمیده. بس گزینه نکست در میزنه. بعد به یه قسمت داریم، آیا میخواه میگه آی پی ویشیش هم شما ایمپلمنتشن داریم؟ یعنی به یه قسمت دقت کنه، نوشته Enable DHCP ویشیش، ویشیش یعنی بر اساس آی پی ورژن 6. چون ما ایمپلمنتشن بر اساس آی پی ورژن 4 داریم، بنابراین پس اینیبل از این ما به کار نداریم. ما باید کدو گزینه انتخاب بکنیم؟ دیسیبل. این گزینه دیسیبل میزنیم که آی پی ورژن 6 دیسیبل باشه، چون کانفیگوریشن ما بر اساس آی پی ورژن 4 بود. پس آی پی 6 رو دیسیبل میکنیم. نکست در میزنیم.
بعد به یه قسمت بیارده که یوزرنیم شما به اسم چیه؟ ادمنستریتور، آی تی سیج ادمنستریتور، چون این مربوط به خود سروره. و این گزینه دیگه هم داره حالت کردنشیال و بعضی موضوعات دیگه که فعلا همین قسمت نمیخوام شما زیاد گیج بسازم، همین مقدارم گرفته باشیم زیاده. بعد گزینه نکست در میزنید. گزینه سمریه به اسم خلاصه کل کارکردهایی که شما تا حال انجام داده باشین میتونید به این قسمت ببینید. نوشته دی ان اس پرنت شما حالت دومین یو آی تی سیج دات کام، آی پی آی که برای دی ان اس سرور استفاده میشه 192.168.1، یک آلترناتیوی هم خود مدادم. وان سرور کانفیگور شده یا نه؟ نه، یعنی کانفیگور نشده. اسکوپ نیم شما به اسم دی سی پی استارت و اند، همین کانفیگوریشن های کامل انجام دادیم رو به شما بیاورده. و همچنین دی سی پی وی 6 هم دیسیبل، اسکوپ ما مالت اکتیو یو یس یعنی فعال میشه. نکست در میزنید. این هم عملی اینستالشن در این زمان انجام میده و هم عملی چی؟ کانفیگوریشن. کانفیگوریشن خب بدیدیم ما عیار سازی نظر به موضوعاتی که دیشتیمر کردین، اما میه این قسمت اینستالشن از هم فعلا اینستال میشه و همی اسکوپی که تعیین کردیم ای اکتیو میشه، یعنی فعال میشه و شما میتونه از اون استفاده بکنه. خب این عملی اینستالشن چند دقیقه وقت میگیره. ما با استفاده از فرصت بعض از کاماندهایی که به قسمت دی سی پی سرور کار میشه اونا رو لس میکنم به نوتپد. او کاماندا رو یادداشت کنی. این عملی اینستالشن دیگه هر چی هم طرف از این نگاه کنیم به همین صورت کار خواه انجام میده. خب میرم برنامه نوتپد باز شده است، میرم کاماندهایی که لازمه در دی سی پی سرور اونا رو به شما لس میکنه که کدوم کاماندا رو بعد شما یاد داشته باشین. اینا به درد میخوره وقت کانفیگوریشن، وقتی که شما با دی سی پی سرور کار میکنید. یکی اولی کامند اولی که باید زیاد به او آشنا باشیم کامند پینگ، گرچه ساده و شما کار کردین. کامند پینگ چه کار میکنه؟ چک خیلی ساده می نویسم، من زیاد وارد حرفای خاصی نمیشم، منظور هدف رساندنه. چک ده کنکشن، هر وقت خواسته باشیم کنکشن خود چک بکنیم به امرای یک بی سی دیگه چی استفاده میکنه از کامند پینگ. این فقط کنکشن رو چک میکنه. بعدی کامند دومی که دارین اینا غیر از دی سی پی سرور بده که جمع از اینا استفاده میشه، آی پی کانفیگ. آی پی کانفیگ چه کار میکنه؟ شو آی پی کانفیگوریشن. کانفیگوریشن آی پی ادرس که داشته باشیم رو به شما چه کار میکنه؟ نمایش میده که چی نوع کانفیگوریشن های از آی پی شما داریم. این فعلا فقط درو چی میاره؟ آی پی ادرس به شما میاره، سابنت ماسک میاره و دیفالت گیتوی. هر وقتی که میخواین معلومات بیشترتر بیاریم، معلومات بیشترتر خواسته باشیم، یک کامند دیگه وجود داره به اسم آی پی کانفیگ. شماره سوم باشه بنویسم، آی پی کانفیگ فاصله سلاش آل. هر وقتی خواسته باشیم معلومات جزئیات بیشتر بیاره چی استفاده میکنیم؟ آی پی کانفیگ سلاش آل. کارکرد از این چیه؟ ای به شما علاوه از اینکه آی پی ادرس و سابنت ماسکر میاره، آی پی کامه گیتوی را میاره، کامه دی ان اس را میاره و یک نکته مهمتر از اون مک ادرس را میاره. هر وقتی که خواسته باشه مک ادرس به شما بگم برو چک بکن، شما میتونید از کامند به اسم چی استفاده کنه؟ به اسم آی پی کانفیگ سلاش آل. آی پی کانفیگ سلاش آل آی پی سابنت ماسک دیفالت گیتوی دی ان اس و مک ادرس شما لس میکنه. بله فاصله سرشال میبینیم دقیقا این کار ملاحظ کردین. شماره چهارم، بعد از یک کامند دیگه دارین، بازم ایر کپی میگیرم، آی پی کانفیگ سلاش ریلیز. آی پی کانفیگ سلاش ریلیز داریم. این چه کار میکنه؟ همین چند دقیقه پیش در رابطه به اجاره دادن آی پی به شما گفتم، نه خود لیز به معنای اجاره دادن. هر وقت شما ما این اجاره را از خود کلاینت پس بگیریم از چی استفاده میکنه؟ آی پی پس به سرور میدیم، میگه ما نمایم آی پی تو، یک آی پی جدید ماییم. کدو کامند استفاده میکنه؟ ریلیز. آی پی کانفیگ سلاش ریلیز میزنه، این با دی سی پی سرور در ارتباط میشه، آی پی پس به دی سی پی سرور میده و تعقیب از او. بعد شما یک کامند دیگه کان بکنیم به اسم رینیو. پس این میگم ریلیز، ریلیز یعنی از آلت اجاره پس به خود میده. ریلیز آی پی، آی پی رو پس به خود میده. بعدی دارین شماره پنجم،
بعد از ریلیز شما باید کامند دیگر کار بکنیم به اسم رینیو، یعنی دیتا به تعقیب هم کار میشه. یعنی در واقع شما چه کار میکنید وقتی که دی سی پی، وقتی میگیم آی پی کانفیگ سلش رینیو، شما در واقع کاری که میکنیم یک آی پی جدیدی از دی سی پی سرور درخواست میکنید که به ما یک آی پی جدید بده، ای آی پی نو، یک آی پی دیگه بده. پس رینیو چیکار میکنه؟ حالت درخواست آی پی جدید. پس میتونیم بگیم ریکوست نیو آی پی. بعضی وقتا کانکشن های اینترنت شما قطع میشه، شما اولین کاری که میکنین میرین اول آی پی کانفیگ میزنیم، آی پی خود چک میکنین که آی پی داریم یا نه. وقتی آی پی داشتیم یا اگه خواستیم جدید بکنیم، میرین راستن کامند به اسم آی پی کانفیگ سلش ریلیز کار میکنیم، با تعقیب یو چیر کار میکنیم، آی پی کانفیگ سلش رینیور کار میکنیم. و این کامند ها چون به همین قسمت هست، این کامند جلسه پیش رو مینویسم به اسم ns lookup. ns lookup چه کار میکرد؟ name system lookup. میتونیم بگین check the DNS. هر وقتی DNS server خو میخواین چک بکنیم، کامند چی استفاده میکرده؟ ns lookup. این درست جلسه پیش ارتباط دید، چون این بعض کامند ها بود کلن اینا لست کردم که یک وقت این جایی میبینیم متوجه باشین. این کار کرده هر کدوم بود، این هنوز انستالشن از این پیش نرفته. خب ولی کل کامنده ای که به دی سی پی سرور هم کار میشه فهمیدیم، و در کل کامنده هر کدوم کار کرده از اینا چی هست و اینا عملی هم کار میکنه. ولی بگذاریم که مرحله انستالشن ما ختم شه، ببینیم کلن این پروسس ها به اینجا انجام شده. مرحله پروسسینگ انستالشن در آخر چی به ما باید بده؟ ریزلت ما، آیا موفق شدیم این کار بکنین یا نشده. خب در صورتی که ما 100 دانه پی سی داشته باشیم، بعد فرض مثلا بس از یک شروع کنه تا 100 آی پی بده، بعد بخوایم پی سی جدید سر از اضافه کنم، باز کانفیگوریشنش فرق میکنه؟ نه، پی سی جدیدی که خواسته باشیم اضافه بکنیم، چون شما 100 تا پی سی داشتیم و دقیقاً از 100 تا آی پی شما استفاده شده، هیچ وقت به اینترنت وصل شده یا نتورک نمیتونه. چرا؟ چون آی پی برای از وجود نداره، آی پی رنج شما خلاص شده. با شما میتونید رنج خور اکستند بکنید، یعنی بیشترتر بکنیم، یا یک اسکوپ جدیدی ایجاد بکنیم. خب تا یکی کلن کار ختم میشه باشم یک چند ریفرش بکنم، سرعت بره بالا، بیم ویر میام پایین، چند ریفرش میکنه کمپیوتر پروسس های ختم شد. ببینیم رم چی مقدار استفاده شده؟ 73% در رم کمپیوتر می استفاده شده و 74% هم از سی پیو از ای استفاده میشه، یعنی لود رو از او زیاده. هم کم تسیار ریکوردنگ انجام میدیم و هم لود میکنه، همچنین دید تا ویندوز هم خب میفهمیم اینستال هست از استفاده میکنیم. یکی به اسم ویندوز 7 که در این زمان رنه، و یکی هم ویندوز سروره. به یه قسمت هم نامایی به شما میاره. خب تا یکی این میاره، من میرم همین کامند هایی که قبلا به شما گفتم کار میکنم با CMD یا با DOS. به یه قسمت CMD رو باز میکنم، این دیگه عملی انستالشن کمی طول میکشه. CMD رو باز میکنید، خدا کنه جمع نمونه، چون این پروسس زیاد ایجاد میکنه. اولین دفعه که وقت اکتیو دایرکتوری هم کانفیگور میکنیم، بعد پی سی شما استاتیکی آی پی داشته باشه، اگر نداشته باشه یک الرت به شما میاره. آی پی پاک نمیکنه، اگه شما اوکی کنیم تنظیماتی رو حتمی کلوز میکنیم، تنظیمات رو اوکی میکنیم قبول میشه، هیچ مشکلی هم نیه. تا زمانی که دی سی پی سرور کانفیگور نکنیم سیستم خودی آی پی نمیگیره. یک رنج از آی پی هست به اسم آی پی اپی پا بره میگن، این به صورت اوتوماتیک میده. او رنج آی پی اوتوماته، ولی او که دی سی پی سرور کارم نده
و کارم نکنه و شما دی سی پی سرور کانفیگور نداشته باشیم و آی پی به صورت اتوماتیک برای کلاینت ها داده میشه. او رنج رنج اپیپا برای میگن. حالا رنج رو می نویسم باشه ویندوز سرور برین. کمی نسالشان ما پیش رفته. ببینیم یک رنج آی پی به اسم اپیپا برای میگم. یه هم نکته هفتم میتونیم یادداشت داشته باشه. آی پی اپیپایه. اپیپا. اینه کسانی که زیادتر حرفه‌ای‌تر میتونیم این رنج از بر کنیم. اپیپا مخفف چیه؟ Automatic Private IP Address. یک آی پی ادرسیه که به صورت اتومات به خود کلاینت ها داده میشه. بدین از اینکه دی سی پی سرور کانفیگور شده باشه. رنج آی پی اپیپا چی مقدار است؟ 169.254.0.0 الا 169.254.255.255. یعنی امید اینجا 169.254 کلن برای آی پی اپیپا رزرو شده هسته. اما دی سی پی سرور هم که کار نکنه، اولین آی پی که به شما میده نوشته میکنه 169.254.12.40 همچین آی پی ادرسه. او رو بفهمیم که آی پی اپیپای او به صورت اوتوماتیک داده میشه. این مرحله اینستالشن تا حال دیگه پیش رفته. ممکن دیسه دقیقه بعد دیگه کلن اینستالشن و کانفیگورشن، چون ما در این زمانی که اینستال میکردیم عملی کانفیگورشن رو انجام دادیم، هم برفتیم اسکوپ خو مشخص ساختیم، هم آی پی ادرس و رنج آی پی ادرس و کدو رنج استفاده بکنه وی 4 یا وی 6 اون هم مشخص ساختیم. مخفف اوتوماتیک پرایویت آی پی ادرس. اپیپا مخفف اوتوماتیک پرایویت آی پی ادرسه. همیگه هم به صورت بزرگ نوشته میشه. اپیپا اوتوماتیک پی پرایویت آی پی ادرس. کلن مشخص میشه. ببینیم به این قسمت به شما یک گروری آورده. اینستالشن سکسس وید ایرور. عملی این استالشن شما موافقانه انجام شد، اما یک ارور وجود داره. حالا که چرا ارور داره ببینیم چی گفته. به قسمت Windows Automatically Update is گفته not able to install the latest update. Use گفته the Windows Update. خوی معلومات در حتی Windows شما آورده، در حتی به Windows Update کردن. به اینجا گفت attempt to configure the server field with the error code. The scope گفته parameter are خب دقت کنیم ببینیم اروری که گفته با ما چیه. یکی از خوبیای ویندوز سرور 2008 همینه که جا در جا هر اروری که بخونه به پایین به شما میاره که چرا اروره. ببینیم ساده گفته attempt to configure DHCP server fail. شما تلاش کردین که یک DHCP server کانفیگور بکنیم اما این فیل شده. چرا؟ و the error code. error code را هم به شما آورده که این قابل مفهوم برای شما نیه ولی برای خود کامپیوتر هست. The scope parameter are گفته incorrect. او پارامترهایی که شما مشخص کردیم incorrecte. اگر یک چیزی که فعلا به یادم میاد که incorrect ما میرسونه همینه که ما بفتیم به قسمت DHCP server IP که استاتیک هم برای کلاینت میدادیم برای سرور خود دادیم اونم شامل رنج خود ساختیم. بیتر همی بود که ما او شامل رنج نمیساختیم، از دو شروع میکردیم. حالا ببینیم چون به شما بگفته entered scope already exist. ای اسکوپی که شما مشخص کردیم از قبلا وجود داره. اور سابنت اسس یا سابنت ماسک ازی وجود داره یا همین سابنت ماسک ازی. ماسک گفته ان کانسیستنت ود دی سابنت ماسک اند ماسک اگزیست اسکوپ. همین سابنت ماسک و همین آی پی ادرسی که شما مشخص کردیم با همین اسکوپ و با همین سابنت ماسک وجود داره. بنابراین یا شما باید اون ریموو کنیم یا دوباره یک اسکوپ بسازیم از رنج متفاوت که اون شروع کنه به فعالیت. فعلا اینستال شده، مشکلی نیست، اسکوپ ما ایجاد شده ولی ایرور داره، توضیح نمیکنه، کلوز میکنه. آره رول سوم هم میبینیم از دیتا رول حل، ولی دی سی پی سرور از او ایرور داره، کار نمیکنه.
ما میریم DSP سرور میبینیم، بعد خود ما یک اسکوپ جدید ایجاد میکنیم، از این هم میگذاریم. حالا میرم قسمت استارت، میرم قسمت ادمنستریتیو تول، بعد گنجگا نوشته DSP سرور رو از این کلیک میکنیم که DSP سرور بیاید و باز بشه و بعض رو کانفیگوریشن های دیگه که خواستیم انجام بدین. میرم رو از این کلیک میکنم رو IPv4، چون بر اساس دو نوع کانفیگوریشن داریم، هم بر اساس IPv4 هم بر اساس IPv6. شما رو 4 کلیک میکنید. اینجوری که ببینید به شما رنج شما را آورده، رنج شما IP ادرس 192.168 قسمت نتورک گفته، اسکوپ نوم به اسم چیه؟ به اسم DHCPه. و به این قسمت بعدی بگفته آدرس پولی که شما مشخص کردیم از 192.168.1.2 تا چند رفته؟ تا 100. میتونیم به یه قسمت نوشته ادرس لیز، مدت زمانی که همی آی پی اجاره داده میشه، حالت رزروشن هم این اکتیف، یعنی ما هیچ آی پی رزرو نکردیم. بس رزروشن به یه قسمته که شما اگه خواسته باشیم یک آی پی رزرو بکنیم. یک چیز به شما بگم، من یک اسکوپ قبلا ساخته بودم به همین چیز، دلیلی که ایرور آورده برای ما همینه، چون ما هنوز رزروشن انجام ندادم، ولی اگه آی پی ببینیم رزرو شده. من یه جلسه پیش کار کرده بودم رو از اینکه بفهمیم کانفیگوریشن از این به چی حالته، چون بعضی وقتا ایرور میده. اگر ما زیاد مرفته بوده پاک کنم، ولی ببینیم این قسمت وجود داره و همون خاطر هم عملی کانفیگوریشنی که ما انجام دادین با مشکل خورد و قبول نکرد، چون میگه همچین آی پی و بهمی اسکوپی که شما مشخص کردین هسته. ولی میبینیم رزروشن هم هسته. من یک آی پی رزرو کرده بودم، آی پی دور به اسم پرنت سرور، که گفتم ما پرنت سرور خوب برای از او مشخص بسازیم. میرم به ای پی سی دیگه ببینیم کل مشخصات اینجوری هست، منتهی اسکوپی که ما ایجاد کردیم این از اسکوپ وجود داره و ایرور داره کار نمیده. اسکوپ اینا کلا مشخص شده، رنج شما از کدو آی پی تا کدو آی پی و همچنین دی ان اس سرور ها شما مشخصه، کدونا شما دادیم برای از قسمت سرور آپشن. پس میرم قسمت یک اسکوپ جدید میسازیم، رو از این راست کلیک میکنیم، گزینه دیگه باید داشته باشیم به اسم نیو اسکوپ. یک چیز دیگه هم به شما بگم، این اسکوپی که فعلا هسته من میتونم این حالت دی اکتیو بسازم که دیگه فعالیت نداشته باشه. پس برم یک اسکوپ جدیدی ایجاد بکنم، روی راست کلیک میکنیم گزینه چی نوشته؟ دی اکتیو. یک از سوالا ممکنه شما پرسان کنید، حالی دی سی پی سروری توزیع میکنه نه؟ شما کار بکنه که دیگه توزیع نکنه. شما چیکار میکنه؟ ساده بدون از اینکه دلیت کنه، بدون از اینکه دی سی پی سرور رو دلیت کنیم، روی راست کلیک کنیم گزینه دی اکتیو رو بزنیم. یس. حالی اسکوپ شما دیگه حالت اکتیو نداره، حالت غیر فعال داره. پس که روی راست کلیک کنیم، حالی پس گزینه به چی تبدیل شده؟ به اکتیو تبدیل شده و شما میتونید پس رو فعال بسازین. میرم پس قسمت آی پی وی 4 راست کلیک میکنم، گزینه نیو اسکوپ. این مرایل پس ما این وسط انجام بدیم، رو نیو اسکوپ کلیک میکنیم، از اینجا هم میشد، از اون مرحله که من کار کردم باز هم میشه. نکست میزنیم، اسکوپ نیم رو بریم میدیم، نام از این چی بدیم؟ احمد. نام از این هر نامی خواستیم مشکل نداره، میتونیم به اساس سازمانی که در رو هستیم یا هر نامی که دوست داشتیم. دسکریپشن یا توضیحات در تبو رنج از آی پی که ما این مشخص رزرو کنیم، توضیحاتی خواستیم بدیم نخواستیم نکست میزنیم، مشکل نیه. ببینیم باز از شما پرسان میکنه استارت ریت و همچنین این استارت آی پی ادرس ما چند باشه؟ 192.168.1. این دفعه از میگم از 3 شروع بکنه یا 4 شروع بکنه. بعد از اون به یک قسمت میاییم این آی پی ادرس ما چند باشه؟ 192.168.1. این دفعه میگین تا 70 پیش بره یا تا 50، نظر به اسکوپی که هرچی دوست دارین. اینجگاه لند چی رو نشون میده؟ سبنت ماسک که شما نشون میده، که یعنی 24 بیتی و مربوط به نتورکه. یک وقت اگه سبنتینگ رو خونده باشیم یا معلومات داشته باشیم، شما میتونیم اینا رو تغییر بدین. و این هم سبنت ماسکیه که برای در نظر گرفته شده. نکست رو میزنیم ببینین گفته the address range and subnet mask. هیچ حالت چی داره؟ حالت conflict with that existing scope. همچین رنجی که شما مشخص کردیم با همی سبنت ماسک، اگه سبنت ماسک ما برم تغییر بدم یه ایرور برای ما نمیاره، چون با همی سبنت ماسک وجود داره. ما بعد برم اون کلا دلیت بکنم، بعد برم یه اسکوپ جدیدی بسازم. پس این میگم قبول، ایر کنسل میکنم این عملیه، میرم یه اسکوپ خور از بین میبرم، راست کلیک میکنم. ببینین گزینه دلیت رو بعد داشته باشه که شما خواسته باشین اون دلیت بکنه. این یک نکته دیگه هم اضافه شد که چی قسم پس یک اسکوپ دلیت بکنه، چی قسم میره دی اکتیویت بسازیم. بله چی میگی؟
چون نتورک از اون نشون میده، یا چما باشه نتورک نشون میده، یعنی از اون شروع میشه. کلاس سی نتورک کدو قسمت 192 268 داد 1 پرشن آخری قسمت نتورک شما نشون میده. دلیت هر میزنین یس یک کرمان دلیت بکنم. رای حل بعدی برای از این که زمان دی سی پی سرور کانفیگور میکنیم و بازم مشکل میخوریم و مشکل اسکوپ ایجاد میکنه اینه که بریم کلن دی سی پی سرور را ریموف بکنیم. چون جلسه پیش ما چند تا دی سی پی سرور ایجاد کردیم، برای راه مختلف بلد شدیم که چی قسم شما دی سی پی سرور را ایجاد بکنید، میرفتیم قسمت اد و ریموف رو را ایجاد میکردیم، اسکوپ ایجاد کردیم به دو طریق، هم از طریق وقت انستالشن و هم از این که وقت انستال شده بود. رایل دومی سومی که بشه بگین یک وقت اگه تا مشکل میخوریم و ایرور اسکوپ میده و اینکه همچین اسکوپ هایی وجود داره، شما برین قسمت سرور منیجر همون رول دی سی پیر کلن ریموف بکنیم. رول دی سی پیر که ریموف کردیم دوباره از سر رسال کنیم که کل تنظیمات پس بالت اول بیایه و هیچ نوع ایروری هم برای شما ایجاد نکنه. دلیلی که ایرور میداد و میگفت اسکوپ با همین سابنتی که شما ایجاد کردیم ای بود که ما قبلا یک سابنت ایجاد کرده بودیم با همون اسکوپی که رنجر مشخص کرده بودیم وجود داشت و او ایرور میداد و ما اجازه نمیداد که این اسکوپ رو بسازیم. قسمت اد و ریموف رول بریم فقط اون رو ریموف کنیم. رای حل همینه، چون ای ایرور میداد، اسکوپ اولی رو ایجاد کردیم ایرور داد، اسکوپ دومی رو ایجاد کردیم ایرور داد. ما پس برم کنسل کنم رو گزینه ریموف رول کلیک کنم. ریموف رول دی سی پی سرور رو ریموف بکنیم. وقتی ریموف کردیم دوباره سیستم شما ریستارت میشه، بعض عملی انستالشن رو انجام بدیم. انستالشن این ای مراحلی که من اونها کلا توضیح دادم، از مرحله اسکوپ تعیین کردن، نوعیت استفاده و همگیر به شما گفتم، اما مراحل رو تعقیب کنین. حالا من این کار انجام دادم، نیاز به ریکورد کردن دوباره نبود. حالا میبینیم دی سی پی سرور اینجاگا انستاله، چون انستال کردم و یکی دومی که انستال کردم کار میده و هیچ نوع مشکلی نداره. برای از اینکه شما بهتر متوجه بشین و کار کرد از این ببینین که آیا کار میده یا نه، پس میرون قسمت استارت گزینی ادمنستریتیف تول و از اینجا گزینی دی سی پی سرور میبینیم انستال شده، او رو باز میکنم. وقتی رو باز بکنیم میایین قسمت آی تی سی اچ که دومین ما باشه، بعد میایین قسمت آی پی ورژن 4، چون کانفیگوریشن آی پی ما بر اساس آی پی ورژن 4 است. ما دو اسکوپ اینجا داریم، یکی که جلسه پیش ساخته بودیم آی پی دو بود و یکی همی جلسه ساختیم که یکم رنج یکم و فعلا این رنج حالت اکتیو داره و فعال داره. رو همی رنج یکم دو دفعه کلیک میکنم، بعد چهار گزینه در قالب ازی وجود داره. یکی به اسم آدرس پول که وقتی دو دفعه روی کلیک کنه همون رنج آی پی ادرسه که شما مشخص کردیم به شما میاره که رنج آی پی ادرس 192.168.1.2 قسمت استارت از و قسمت ختم از و هم تا آی پی 100. اگه برون قسمت ادرس ریلیز، ادرس لیز نوشته، یعنی آی پی هایی که به اجاره داده شده اونا کدونایه. آی پی هایی که به اجاره داده شده یا آی پی هایی که برای کلاینت ها توزیع شده اینجوری به شما میاره. آی پی 192.168.1.3 به یک سیستمی به اسم original.itch.com توزیع شده. آی پی 192.168.4 از او به کی توزیع شده؟ با ورکستشن 28.itch.com ای پی سی بیده که ای آی پی گرفته. پنجم به یک پی سی دیگه داده شده، هشتم به یک پی سی دیگه داده شده، نهم به یک پی سی دیگه داده شده. پس هر کدوم به قسمت ادرس لیز وقتی میایین، تمام همو کلاینت هایی که از همی دی سی پی سرور شما همی فعلا استفاده میکنن اونا رو به شما لیست میکنه که همی آی پی ها از همی رنج به کیا اختصاص داده شده، نام پی سی اینا چیه و کدو وقت ای آی پی ها اینا دریافت کردن. مثلا ما سیستمی داریم به اسم original.itch، یه سیستمی که حالا به شما ورچوال نشون میدین ببینیم ای آی پی سر به خود خود گرفته. بعدی گزینه بعدی داریم به اسم آی پی رزرویشن که جلسه پیش در تبع رزرویشن به شما گفتیم که چی قسم یک آی پی شما رزرو بکنید. این قسمت آی پی رزرویشن وجود نداره، شما میتونیم روی راست کلیک بکنیم گزینه نیو رزرویشن کلیک بکنیم. بگیم آی پی، وقتی میگیم رزرویشن یعنی این دی اس پی سرور به کسی نمیده. آی پی 192.168.1.10 این قسمت میبخشین، این قسمت نوشته رزرویشن نیم، این به نامید به اینجا مشخص میکنه. نامی به اسم چی باشه؟ نامی باشه به اسم پرینتر،
یعنی یه آی پی ادرس رو میخوام به پرینتر خوب بدم، به همین امیر ذخیره میکنم داخل دی سی پی سرور. آی پی چندم 192.168.1.10 از امون رنجی که مشخص کردیم که 2 تا 100 بود، آی پی دهم رزرو میکنیم برای یک کلاینت یا برای یک سرور یا برای یک پرینتر، همین بس به نام رزرویشن برای میگن. بعد از اون مک آدرس خود پرینتر رو هم میگیریم به قسمت وارد میکنیم. مثلا من وقتی مک آدرس رو چک کردم 20-34-56-AF-AC یا -21 بود، این مک آدرس خود پرینتر رو تشکیل میده. به این قسمت وارد کردیم که همی آی پی ادرس با همین نام برای پرینتر اضافه بکنه و مک آدرس همه سیستم هم که وقتی آی پی ادرس درخواست میکنه همی یکیه. این هم دسکریپشن یا میتونیم توضیحاتی بنویسیم یا ننویسیم، این را عدر میزنیم. حالا یک رزروشن به این قسمت انجام شد که یعنی همی آی پی ده رزرو شده برای پرینتر داده میشه. این حق نداره که دی سی پی سرور به دیگه پی سی بده. قسمت اسکوب آپشن هم که در طور معلومات میاد در طور همون اسکوب شما که روتر شما چیه، دیفال گیتوی شما، دیفال گیتوی ما 192.168.1.1 دی این سرور ما 192.168.1.1 دومین نیم ما هست به اسم itsage.com. این بود کلن معلوماتی که در طبعی اسکوب ساختیم. چهار گزینه آدرس پول، آدرس لیز، آی پی آی که به پی سی ها میده، رزروشن آی پی رزرو میکنه و آپشن هم معلوماتی مثل در طبع روتر و دی این اس و دومین شما میاره که چی هست. حالا میرم به کلاینت ها خوب ببینم واقعا آی پی داده یا نه و اگر داده آی پی آی اینا چنده. میرم به قسمت از این کلاینت، رو از این کلاینت کلیک میکنین، میرم سیستم بعدی کلاینت خود چک میکنین که آی پی داره نداره، اگه آی پی داره چنده. به قسمت روی کلیک میکنم روی قسمت لنکارت خوب، بعد قسمت Open Network Sharing Center کلیک میکنیم، Change Adapter Setting. بعد از اون هم میبینیم دومین ما اینجا شناخته شده و فعلا هم این جزء دومینه به اسم itsage.com. روی از این راست کلیک میکنم، بعد قسمت Properties، بعد میره قسمت IPv4 انتخاب میکنیم Properties. ببینیم من قبلا این کار رو کردم، شما اگر آی پی میدادین قبلا آی پی شما استاتیکی بود، میرفتیم این گزینه دوم انتخاب میکردیم بعد آی پی خود اینجا وارد میکردیم، اما فعلا ما دی اچ تی پی سرور داریم، میتونیم گزینه obtain an IP address automatically بزنیم که به صورت اتومات خود همی پی سی بره آی پی با خود خود بگیره. این گزینه هم تیک میزنیم یکی بالایی که obtain DNS server address automatically، که هم DNS server بره اتومات بگیره و هم آی پی ادرس خود. خب این رو اوکی میکنیم. حالا این پی سی درخواست آی پی ادرس میکنه از سرور، سرور مجبور میشه برای از آی پی ادرس بده و این سیستم به اسم اورجیناله. برای از اینکه همین نامی باید شما باشه ببینیم نوشته اورجینال، نام این پی سی هم اورجیناله. بازم برای از اینکه بیتر متوجه بشین که همین واقعا نامی هست، یعنی چون به قسمت ادرس لیزا اگه یاد شما باشه دیدین که آی پی سی به پی سی اورجینال اختصاص داده شده بود. میرم به این قسمت، بازم قسمت مای کامپیوتر که راست کلیک کنیم گزینه پروپرتیز، به اینجا کلن معلومات رو شما میاره یا قسمت چینج ستینگ میتونیم ببینیم. فول نیم ما به اسم original.itsage.com، اگر یاد شما باشه چند دقیقه پیش گرفتم به قسمت آی پی لیزا آی پی سومه برای ازی داده بود. حالا میریم دوباره همی کار رو چک میکنیم که ببینیم این ای به قسمت ادرس لیز وجود داره. رو ازی کلیک میکنم ببینیم آی پی سیستمی داریم به اسم اورجینال این سیستم و original.itsage.com. IP چندم برای اختصاص داده شده؟ IP 3. IP 10 برای پرینتر داده شده که این معمول رزرو کردم. ببینید نوشته رزرویشن، یه حالت این اکتیو داره یعنی غیر فعال. و IP 100 به کی داده شده؟ غلامفاروق.pc.itsage.com داده شده. اینا IP هایی که ترزی شده از طریق DHCP سرور. پس حالا میرم به قسمت PC خو، به قسمت پی سی که وجود داره اما کلاینتی که آی پی گرفته از ما، آی پی رو چک میکنیم. میرم به قسمت کلاینت، حالا این مشخصات رو بدیدیم که itsage.com آی پی 3 داره از قسمت دی سی پی سرور. میرم پس حال سی ام دی باز میکنم و همون کامندایی که قبلا خوندیم کار میکنیم. مثلا میگم آی پی کانفیگ، برای از اینه که چک کنم آی پی به چنده، آی پی کانفیگ رو میزنیم، بعد برای ما میاره آی پی شما که برای شما سرور داده 192.168.1.3، ای هم سبنت ماسک شما نه و ای هم دیفالت گیتوی.
و اگر گفتیم معلومات بیشتر مک آدرس و قسمت دین سرور و دیفال گیتوی را ماهیم باید نوشته کنیم آی پی کانفیگ نوشتی فاصله سلش آل ای دبل ال که بنویسیم مک آدرس و آی پی آدرس و دین سرور هم به شما میاره. حال ببینید کلن معلومات را برم آورده میر کمی بالاتر میبرون که واضح تر شو برای شما. یه قسمت دقت کنیم نوشته دیفال گیتوی ما چند 192.168.1.1 نوشته DHCP سرور DHCP سرور DHCP سرور هم برای ما کدو آی پی داده باز هم همو آی پی سرور مانه چون می نیست DHCP سرور هم کار میکنه 192.168.1.1 دین سرور ما چند 192.168.1.1 چون همو سرور سه کار با ما انجام میده کار روتر یعنی گیتوی کار دین اس و کار DHCP سرور برای ما انجام میده. حالا میاییم آی پی که برای کلاینت اختصاص داده شده چیه 192.168.1.3 این هم هست سبنت ماسکی زمانی ها شما میگم این ببینیم این هم مدت لیست های میانه به این قسمت اگه دقت کنیم من میان کمی بر نوشته لیز اکسپایر یعنی مدت زمانی که آی پی اجاره دادن ختم میشه تا به کی برای از اجاره داده شده تا به تیوزدی 21 می سال 2013 به ساعت 2:49 دقیقه لیستای مزی اکسپایر میشه یعنی باز دوباره درخواست آی پی جدید در میکنه یا بعض وقتا همو برای داده میشه یا آی پی جدید پس لیستای مزی را آورده که تا این مدت زمان ای آی پی برای ازی داده شده کیو گرفته ببینیم لیست آپتین او آی پی کی گرفته ونزدی روز چهارشنبه به تاریخ 15 میور آی پی گرفته به ساعت چند به ساعت 2:49 دقیقه و 52 ثانیه آی پی گرفته و به تاریخ 21 می یعنی 6 روز بعد یا به ساعت 2:49 دقیقه و 51 ثانیه دقیقاً چیکار میشه ختم میشه و این آی پی میتونه جدید درخواست بکنه یا هم آی پی پس برای دی سی پی سرور بده این هم مک آدرس خود سیستم ما تشکیل میده میتونیم راست کلیک کنیم گزینه مارکر بزنیم انمی مک آدرس سیستم ما تشکیل میده که اگه این قسمت بیاییم ببینیم چی نوشته فیزیکال آدرس نوشته فیزیکال آدرس یا همون مک آدرس سیستم شما تشکیل میده و قسمت بعدی هم نوشته دی سی پی هم چیکاره انیبله دی سی پی هم در سیستم انیبله و این سیستم آی پی خب اساس دی سی پی گرفته و این قسمت هم دی ان اس و دومین ما اینا رو تشکیل میده که قبلا ما اینا رو کانفیگور کردیم. حالا میتونیم سیستم های دیگه سیستم سرور اینا رو پینگ هم بکنیم یا بریم اول کامند کار بکنیم به اسم ipconfig/release release چیکار میکنه شما یک آی پی رینگار پس میدین به سرور دوباره از آی پی جدید درخواست میکنه release ipconfig/release میزنیم انتر میکنه ای آی پی رینگار پس میدیم از حالت اجاره پس میدیم برای خود از او به تعقیب از اینکه آی پی کانفیگ سلش ریلیز زدیم به تعقیب از او باز میدیم آی پی کانفیگ سلش رینیور میزنین که یک آی پی جدیدی از دی سی پی سرور درخواست کنیم و به شما آی پی جدید بده اگر همون آی پی کسی نگرفته باشه پس همون میده اگر گرفته باشه یک آی پی جدید به شما میده پس همون آی پی شما رو بده شما داد از اون مدت زمانی هم دقیقا باز مشخص میشه که کی همون آی پی گرفته میتونیم بریم حالی آی پی کانفیگ سلش حالا بنویسیم که همگی معلومات رو برای شما بیاره که بفهمیم آی پی که ای گرفته و از چی مدت زمانی میشه که آی پی گرفته باز همون همون لیست های میدن پس همون مدت زمان به شما آورد چون همون آی پی به شما داده آی پی جدیدی برای شما نداده همون گیتوی داده همون آی پی ادرس و این قسمت هم نوشته دیفالت گیتوی دی سی پی سرور و این هم آی پی ادرس که برای شما پس همون آی پی سوم داده یک وقت اگه او گرفته میشه توسط یک کلاینت دیگه به شما دوباره ریکوست میکنیم به شما آی پی ممکن 4 بده 5 بده یا یک آی پی جدید بده پس آی پی گرفته سیستم ما مشکل نداره میریم یک سیستم سرور رو پینگ هم میکنیم که ببینیم آیا با سرور در ارتباط هست یعنی پینگ 192.168.1.1 انتر میکنم حالا ببینیم با سیستم سرور هم در ارتباطه چون آی پی گرفته از طریق از او و کل کانفیگوریشن هم هیچ نوع مشکلی نداره ای بود از بحث کانفیگور کردن دی سی پی سرور اگه بعض وقتا مشکل میخوریم یا ایرور اسکوپ میده میتونیم از او گزینه انجام بدیم یا اول پس بریم ریموو بکنیم و دوباره از سر انستال بکنیم یک نکته دیگه هم که قابل ذکر اینه که وقتی به ویندوز سرور 2008 دی سی پی سرور کانفیگور میکنیم گزینه داره به اسم اتورایز اتورایز یعنی حالت مجاز ساختن این چی معنی میده می پس میرم همین گزینه رو شما میاره این قسمت استارت کلیک میکنم
گزینه داره DCP authorize. وقتی authorize بشه در داخل همون دومین شروع میکنه به توزیع کردن IP address. پیش از اینکه authorize بشه ممکنه DCP سرور شما IP نده، پس گزینه authorize هم مهمه. من قسمت DCP سرور رو باز میکنم کمی گزینه authorize رو هم بگیم. اگه وقتی علامت سرخ رنگی رو DCP سرور شما بود بفهمید که او authorize نیه. من قسمت DCP کلیک میکنم، IP ورژن 4 کلیک میکنم. وقتی رو از او کلیک بکنیم ببینیم رو همین دومینی که دارین کلیک میکنیم، میریم به قسمت تب اکشن گزینی داریم به اسم ان اتورایز. چونی فعلا اتورایز گزینی که فعال شده ان اتورایز، شما میتونیم رو از این کلیک بکنیم یه سر بزنیم ان اتورایز که باشه باز این علامت از تغییر میکنه، شکل ممکنه سرخ رنگ به خود بگیره و او دیگه IP توزیع نکنه. پس بریم رو از این کلیک بکنیم، پس گزینی اتورایز رو بزنیم، پس DCP شما شروع میکنه به فعالیت. این موضوع بود که یک وقت اگه DCP شما اتورایز نیه یا ایرور اتورایز به شما میاره، بریم به تب اکشن گزینه اتورایز و ان اتورایز به این قسمت وجود داره. و این بود از آخرین گزینه از بحث DCP سرور. بسته میکنم DCP سرور دارم یک کرم.